جناب آقای آذری. شبون جون ما هنوز بدبختیم، ما هنوز بیچاریم. باز اون مرتبه چی شد آقا؟ که خود خوب نوشته دیگه، ورداره رو کاغذ بنویسه شما بفرست بره دیگه، بابا دختره میمیره و خود انشالله که نمیمیره. تب کرده دیگه، خوب سرمان خورده را اختر خانم میگفت که اشتخونا شمام درد میکنه، اصلا نمیتونی تکون بخوره. خیلی خوب، حالا انشالله دکتر میاریم و دکتر تشخیص میده چشه سرمان خورده یا نخورده، بالاخره درست میشه. اما تو سوادت کجا رفته؟ آخه آذری این غلطه، معذرت میخوام، خیلی بد بود. آذری زشت با زاده، من وزشم با نه با زاد چیه؟ زشت با یک زیز مثل دال، یه نقطه بالاش میذارن بهش میگن زال. عجب آقای چخون، ما چند تا زه داریم؟ خیلو حساب کنم چند تا زه داریم. یکی زه تنها داریم در جدول اون هست اینا، یکی زه تنها داریم، یکی هم زاد داریم بفرما، یکی هم این زال است. زال است که بغل دال اینجا میشینه، داداش دال میشه. عجب، برقب ببینم، برقب. هر وقت در اول، هر وقت در اول، هر وقت در اول، یا وسط یا آخر هر کلمه عربی یا فارسی صدای زه شنیدیم و اون زهش رو با زال میخواستیم بنویسیم، این دال مینویسیم. درست شو؟ بعد یه نقطه میذاریم بالاش، بهش میگیم چی؟ زال، زال تنها. حرف کوچیک هم جلوش بشه اینجاش میچسبه، این بر اونورش مثل اونایی مثل دال به هیچ چی چسبندگی چسبندگی نداره. دورشم من برای آقای شعبان رنگ بکنم، اسمش زال، صداش زه، اسمش زال، اسمش زال. این یک زال، این دو زال، این سه زال، این چهار زال، این پنج زال، این شش زال، اینم هفت زال. هفت زال هم داریم. بله، زال و آ زا در قرآن زیاد داریم، مثلا زال که، زال و او زغال، مثلا زال و ای ز کلمه یادم نیست، زال و او مثلا زو حیاتین، زال و ا زربین، مثلا زال و ای زال و ای مثل اذیت. حالا یه خط فاصله هم درست بذاریم که با هم قاطی نشود. اسمش زال، اول، اول، دوم، سوم، می شود چی؟ اسمش زال. دوره یا می کنیم بعد به این میگیم چی؟ به این میگیم زال تنها. اون وقت آقای که خودم معجلت میخوام تو دیکته اون وقت ما چه جولی بفهمی؟ اشکال بون هم فقط سر دیکته تو دیکته. خب بچه جان بهت میگم، کسی که زال بهت یاد میده طرز تجویدش هم بهت یاد میده، صداش هم ما اینو یاد میگیریم، یکی از کلمات عربی ماست، یعنی حروف عربی ماست که در فارسی هم به کار برده میشه. وقتی که ما میخوام بگیم مثلا لذت یا لذت، ببخشید، نوک زبونو میاریم بین دو دندانمون، میگیم لذت، 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 لذیذ، ضربین، آذر. و تو میفهمی زیش با زاله و زال رو مینویسی ها. توجه میکنم ها؟ بله، عرض میکنم که تو هم دلم نمیخواد که خدایی نکرده بلد نشی. خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام. آزلی، آزلی، اول آ، ز، اول ز، ری، اول ر، دوم ای، ری،
آه دل دوانی آه دلی تجیه ببینم برو ببینم بودی دیگه حالا تجزیه میخواد چیکار از تجزیهش گذشته کلمه رو ببینه زود میخونه تجزیه نمیخواد دیگه تو برمیری تجزیه بکنه جناب آقای آذری خواهش من دست باری کرد چند دقیقه تا چی لا لا الا الله لا لا الا الله شعبان جون تو اقلا نمیدونی بپرد من چه میدونم چه نمیدونی بپرد من غروب دیگه خو اول غروب اول ره دوم غروب سوم به روب دیگه من چیکار کنم آخه شما هر چی ما نوشتیم هی شما غلط گرفتی هر چی نوشتیم هی غلط گرفتی خب یادمون یا من بلدیشم که باشه چیه این غروبم غلطه ما غیر دیگه ندیدیم آخه شما به ما یاد ندیدی ره که همون ره او که همون به رو او به هم که همون اوه پس چیش غلطه ها غروب هم یه کلمه عربیه کفرش کفرش با یک قیس مثل این مثل این ولی یک نقطه بالاش میذارن بهش میگن قین حالا متوجه شد مثل این هر وقت در اول هر کلمه هر وقت در اول هر کلمه عربی یا فارسی صدای قه شنیدیم این خط منه این مثل این اول به این میگیم چی؟ بلندتر بگن این اول و هر وقت در وسط هر کلمه عربی یا فارسی صدای قه شنیدیم مثل بغداد صدای وسط صدای چیه؟ غ صدای غ شنیدین؟ با غینه با غینه وسط می نویسیم به این میگیم غینه وسط